حامی این برنامه روبه گوجه فرنگی دلپذیر. سلام عزیزان، خوش آمده به برنامه آشپزی. امروز ما واسه هم در خدمت شما هستیم و می خواهیم که دوشینی بسیار مزه‌دار و طعم‌دار برتان آماده بسازیم. یکی گفتن برای ما که هم آماده بساز، همراه با جوجوش ما، همراه با خود هم چرا هم آماده بسازیم که رنگ خودم تغییر نده و مزی خوبی رو هم داشته باشه. و دومشون برای ما عکس روی کردن، گفتن که عزیز تو میانه ترکی ما چرا هم پخته کنیم. خب یکیش به چه شکل آماده میشه برتان میگم، ولی وقت آخر نوبت میرسه حالی باشه. و شروع میکنیم با آماده ساختن کیک. ولی این مواده رو که شما میبینید، این بوره مربوط از این ترکی میشه، یک کمی مواد دیگه هم ضرورت داره بارم اضافه میکنیم، ولی باقی مانده مکمل مواد موادای کیک است که کیک آماده بسازیم. پس میریم مواد لازم هر دوشه میبینیم و برمیگردیم. کیک ام، آرد، پولی، پودر کیک، بوره، روغن، تخم مرغ، جوس ام، شیر، آب و سیمیان ترکی. یک دانه تخم پزی، به اندازه یک گلاس چیزی کمتر آب و به اندازه هم یک گلاس زیادتر بوره. خب این رو میگذاریم همی رقم، آهسته آهسته جوش میخوره، آهسته آهسته آب میشه و بعضی چیزای دیگه هم داخلش اضافه میکنیم تا طعمش زیادتر بشه. خلاصه یک شربت بوره برای خود آماده میکنیم و میمونه اینجا این خمیر. خب خمیری که ما میخوایم برای کیک آماده بسازیم، اول شروع میکنیم با موادش. کجاست این جسی موادش؟ خب دو رقم پودر، یکی بیکینگ سودا یا همو گفت ما پلی، اندازه نیم قاشق اضافه میکنیم. و این هم بیکینگ پودر یا پودر کیک از یک قاشق، یک کمک زیادتر، یک کمک بس، زیادم اضافه نکنی که بوش تغییر میده و هیچ مزه نمیده. بس باید به اندازه اضافه شد تا بتونیم خوبتر آمادش کنیم. و این هم پودر بوره. بوره همیشه، پودر بوره همیشه، هر کدامش جد استرستان باشه و هر کدامش خواستی میتونی اضافه کنی و آماده بسازیم. اول این مواد رو خوب مخلوط میکنیم، یک قدر مخلوط میکنیم که به شکل خوب و درست آماده شد. خب شربتی که آماده میسازیم، میخواییم که یک کمی شیر هم داخلش اضافه کنیم و یا میتونیم همراه با خالص شیر این شربت آماده بسازیم. هم خمیر که شیرینیش کمتر آماده میسازیم، چون اینجا چی میگن جوسی که داریم این هم شیرین است و این قسمت هم خود ام هم است که هر دوی از شیرین است، پس نباید شیرینی از بیخی زیاد از زیاد شد. و یا مسکه و یا روغن هر کدامش داشتیم یک ذره اضافه میکنیم. بعدش یک دو چهار دانه تخم مرغ اضافه میکنیم، چهار دانه تخم مرغ و یک قالب کیکی که آماده میسازیم کافی است. خب این شربت هم حال نوبت جوش آمدنش است که آسته آسته جوش میه.
اول همه تخم مرغ همراه با روغن کمی مخلوط میکنیم که میرخه تخم در بهتر آماده شد و این هم جوس ام. جوس ام که داخل خودیامی باشه از او استفاده کردیم. حال نوبت از استیم مخلوط کنیم. خب و می اندازه خمیری که آماده ساختیم آیسته است آماده میشه و ایام جوس اضافه که مانده دیگر هم اندازیم پس بخاطر از اینکه خوبتر آماده شما از دوباره قالب رو بسته میکنیم بخم و ها این پیش از اینکه ما چی کنیم؟ کیک اضافه کنیم قالب آماده شد. این یک طرف میگذارم به خاطر اینکه دیگه به ضرورت نیست. خب شما یک دانه ام زرد انتخاب کنید. پخته باشه. وقتیم اگر یک کمی خام است ولی باید که یک رقم دانه دونه جور شه خراب نکنه خدا. اینا را همین رقم اضافه میکنیم. ایرام اضافه کنیم و خلاص. می باقیش باشه باز سر از یک پلان خواهد گرفتیم مزه خوبی داره خب یک کمی در قسمت بالای از پودر بوره یا پودر بوره و یا خود بوره اضافه میکنیم کمی قسمتاش در قسمتاش همه میوه که داریم بس حال نوبت داشت همینجا داخل داشت میگذاریم حرارت داشت هم میگذاریم به 180 درجه سانتیگراد حرارت از قسمت پایین بالا هست و همین رقم آیس آیس آمادهش میکنه و اینجا من شربتی که آماده میسازیم خب این شربتی که آماده میسازیم یک ملاقی که کاملا پاک صفا باشه میخوایم یکنیم دیگه هم خلیزش کنیم چون شیر اضافه کنیم همراه با پودر بوره خوب صحیح با آماده میشه و حال ما به خاطر طعمش طعمی که ما براش انتخاب کردیم فنیل است مخرا خود زیاد خوشمش ما هم اضافه کنیم فنیل کم فنیل اضافه میکنیم خوشبوی زیادتر شد خب این هم سمیان ترکی که اینا را ما میگیریم یک یک دانه داخل قالب میگذارم تمت میاره میشه میمونیم حالا شرط همیشه در قسمت بالای زین اضافه میکنیم تا دم مغز مغز از این سمیان ها رفته ولی زیاد گرم هم نباشه متوسط باشه ولی فعلا ما از این نمیتونیم استفاده کنیم به خاطر از اینکه همه مواد این جذب نکرده حداقل ما باید برای 2 ساعت الی 3 ساعت منتظرش باشیم تا آماده شود خب برای اینکه این آماده ساختیم به خاطر تزیینش هم ما ضرورت داریم یک کمی پسته خب این رو میچه اضافه میکنیم و حال از این پودر پسته در قسمت بالای از اینا یام شد آماده خب به می انداز آمادهش میکنیم این هم یک شینی که خواستیم آماده شد ولی حال قابل استفاده نیست به خاطر قابل استفاده نیست که شربت او کامل برای خود جذب نکرده برای 3 الی 4 ساعت حتی بعضی وقتا بعد از 500 بادم خوب در است. 500 باد میتونیم که از این استفاده کنیم. یه سیمیان ترکی که همراه با شربتی که آماده ساختیم، اینا سیمیانش چای را تازه در بازار سودا میشه. فقط یک شربت اضافه میکنیم بالاش. کمی که پسته اضافه کنید تا تزیین شه و بگذارید تا شربت برای خود چسب کنه و بعد از اون میتونی از این استفاده کنیم. و این هم کیک هم که آماده ساختیم که قسمت داخلش به جای شیر از جوس هم استفاده کردیم و خود هم در قسمت بالاش اضافه کردیم.
فقط یک توتی ازی میگیریم. ببینیم؟ به به بسیار عالی است، بسیار خوب آماده شده. من فقط این دورت میسپارم و شما هم ببینید که چقدر خوب پخته شده. قسمت داخلش هم آماده شده، قسمت بیرونش هم آماده شده. خب عزیزا، اگر خوش داریم شما هم مواد لازم یادداشت کنید و به می شکل برای خود آماده بسازید و از روی که خوش کردن برای خود آماده کنید 100% و ببینید چقدر مزه‌دار و طعم‌دار آماده شده. این بود برنامه امروز ما. خدا کنه خوشتان آماده باشه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک نیاز دارم. شاد و موفق باشید. خداحافظ. حامی این برنامه روبه گوجه فرنگی دلپذیر.